جان پیاده شین. اینجا کجاست؟ کجا میخواستیم باشه؟ دم خونه خاله پورانه دیگه. دم خونه خاله پوران؟ من با این حالم که نمیتونم. نیما جون برو تو پارکینگ، برو تو بو. دایی جان کلی بازی در نیار، این در پارکینگشون ناجوره. اونی که ناجوره، منم نیما جون برو تو. بیا من زیر بغلتو بگیرم 2 دقیقه ببرم تو. چی زیر بغلمو بگیرم؟ اگه میخوای بخیام واسه چسبندگی بده. میگم برو تو، با من بس نکن، برو تو پارکینگ. چشم. وای آی نیما، آروم. بیا در و کن. بفرمایید، اینم پارکینگ. آی آروم آروم آروم. چشم بیا. همینطوری؟ چطوری؟ بابا ناسلامتی من عمل کردم، یه برانکاردی، چه میدونم ویلچر، یه چیزی واسم میاوردی. ببخشید این یه قلمو نداشتی. بگی دستم نکش. بیا. نکش. خب نکش. کش میاد. شله بیا. خب بس. بس نفس تازه کن. خوبه. آخ ماشین نازنینم، ماشین عزیزم. بذار ساکو برم پیشه به تو رم سواره. ساکو ول کن منو به چسب. بابا دارم میافتم. اومده خیلی کشوم. باستا نفس نخم. چه الهی این برای سر خودت بیا، اون وقت میفهم من چی میکشم. نه آروم درو با کن. ایچه عجله یه جنه بخمه. آروم. سر پنه مراقب باشیم. دایی یه باشن خون قادر میاد. بسته دیدی گفتم حالا جوابش کن خودتون بدید. خدا مرگم بده آقای مهندس، چی شده؟ سلام علیکم. سلام علیکم. هیچی. خدای نکرده تصادف کردی؟ نه نگران نباشید. سلام علیکم. نه طوری نشده. آخه رنگ به روش نیست. دکتر بردیش؟ بله، تازه از بیمارستان مرخص شده. بیمارستان؟ ای وای، مگه چی شده بودی؟ هیچی بابا، یه عمل جراحی کوچیک بوده. نه بابا نیما شلوغش میکنه، من هیچ طوریم نیست، فقط ببخشید سر پا نمیتونم وایستم. با اجازه. خب چه نکن منو نگاه میکنی، سیری بقلی رو بگیرم بالا. تارو رو بگیرم. نه راضی به زحمت شما میکنه. آقا جان سیری بقلش رو بگیر بالا. بزا بگیره دایی، بزا بگیره دایی. های مهندس چطور؟ مگه منظورتون چیه؟ ببخشید کجا تو نعمل کردی؟ برای شما فرقی میکنه کجا ما عمل کردم. برو نیما، برو. آمد اسمن دونه، اسمن سیاس دونه، و ترخ چشم حسود بیگانه. شنبه بزا و یک شنبه بزا، دو شنبه بزا، سه شنبه بزا، چهار شنبه بزا. این کارا چیه خانم محترم؟ مگه من زاو بتر؟ این بیلاورس دردش از درد زایمان هم بتره. این داماد سیاوخت من الهی داغش به این دل من بمونه. بله. همین گرفتاری رو داشت آقای مهندس، هر روز دادش میره و آسمان همین بانه کرده بود، از در و خونه بیرون نمیرفت. الهی هر کتر چشم بوده، این چشم باید ترکی. ای فوری دهن لخ، غلط نکنم موضوع به این خانم گفته. کدوم موضوع رو؟ بابا همین موضوع عمل من دیگه، اصلا قرار بود سیکرت بمونه. نمیدونم. تو چی؟ تو که به کسی نگفتی که؟ من که نه، ولی ممکنه بهار گفته باشه. بهار به کی گفته باشه؟ به همکلاسیای دانشکده‌اش. آخه خیلی موضوع جالبیه، ممکنه تو بولتن انجیوشون هم چاپ شده باشه. خوشمزه، خندیدیم. به جنگ که مزه بریزی بیا کمک کن زیر یه چیز نرم بنداز، من 2 دقیقه بشینم دیگه زانوام جون ندارم. گذاشتی؟ آره. اونجا نشینی آقای مهندس، این مبل خیلی سفته، پدرت در میاره. بله. ببین قربان تو برم، این اتاق بغلی برای تو جا درست کردم، یه دوشک نرمم برات گذاشتم. نیما جان اینو برش در بیار. چشم. نیما نگفتم طرف موضوع میدونه. خب
بدون دایی جان، من نمیدونم چرا اینقدر به این موضوع حساسیم. خب زشته، من نمیخوام مردم بفهمن، ایشینن تصور کنن که آه نیما جان قربانتو برم. بیا دیگه، اینقدر این بدبخت سرپا نگر ندار، بخیش پاره میشه گرفتار میشی. ما بله چشم بفرما. نگفتم مرگ خنده داره؟ الهی یه روز تو هم به همین درد من مبتلاشی، بفهمی من بدبخت الان دارم چی میکشم. بیا آقای مهندس، بیا اینجا بخواب. بیا ببین چی دوشک نرمی برات گذاشتم. بله خیلی ممنون. بخواب. اونجوری نه پسر جان، خفه میشی اینجوری. به پهلو شما چی کار داری؟ من چجوری میخوام بخوابم؟ برو من برای خودت میگم آقا جان. نیما جان اینو برش کردن این بری. یواش آفرین. به پهلو بخواب، بذار زخمت هوا بخوره، زود خوب بشه. خیلی ممنون خانم جان، شما بفرمایید برو به کارت برس. دست شما درد نکنه. نیما موبایلم زیرم مونده. اینا تو این جیبم. آروم. بذار ببینم کیه. ولش کن. بده به من ببینم. چی کار داری؟ الو. سلام علیکم خانم. نه خیلی ممنون. نه چیزی نبود. یه عمل کوچیک آپاندیس بود. بله فرمودید جلسه کیه؟ بله من خودم میرسم. نه طوری نیست. بله خدمت میرسم. آها نخی باشم منم. خدا نگه دو ظلمده. مرگ نیما بیچاره این پوران خانم هم مثل من شانس داره. این آقای مهندس سالمش درده سر داشت، وای به حال مریضش. ایشه چه اطفارم داره حالا. لابد میخواد دو هفته اینجا کنگر بخوره، لنگرم بنداز. خدا وداد برس. وای اون بچه های عزازیلشو بگو چی آتیش پارایی هستن. برای آدم بدبخت بیچاره و بدشانس از آسمان میباره. این کیه دیگه؟ سلام خانم جان. سلام، خسته نباشی. سلامت باشی. پرویز اومد؟ بله خانم اومد. آقا نیما آوردش، خودشم رفت. تو اون اتاق خوابیده، بیچاره همینجور داره ناله میزنه. خیلی ضعیف شده خانم جان. زیر چشمش اینقدر گود افتاده. فکر کنم خیلی درد داشته باشه. پس بابام کو؟ تو اون یکی اتاق عزیزم. سوپ براش پختی؟ بله خانم سوپ پختم. برای آقا سیاوش هم ماکارونی درست کردم. دست درد نکنه. سرت درد نکنه. آواز نیه وحشی. چی شد؟ به در صاحب بچم در اومد. این وحشی ها پرید رو من. این کیه؟ سیاوش جان عزیزم، بابا عمل کرده، تازه از بیمارستان اومده، ما باید ازش مواظبت کنیم. باشه حالا برو صورت بابا رو ببوس بده، قربونش برم. سیاوش جان، بابای جون بوس بده به من. عزیزم نکنه این کارا. میشه جا عملتو به من نشون بدی؟ کجا رو؟ جا عملتو. برو بچه برو رو تو زیاد نکن. بودو سیاوش عزیزم، برو دستاتو بشور، نهارتو بخور. حیران خانم واسهت ماکارونی درست کرده. بودو قربونت برم. برو عزیزم. آخ جون ماکارونی؟ چرا سر بچه داد میزنی؟ نمیدونی تو را چقدر ذوق میکرد که تو از بیمارستان مرخص شدی؟ تازه میخواست برات گولم بخره. خوب شد من نذاشتم. خیلی خوب بابا، وجدانمو ناراحت‌تر نکن. من که ماچش کردم از دلش در آوردم که. شما منت گذاشتین، خیلی لطف فرمودین که اجازه دادین بچه‌تون ماچتون کنه. حالا بگو ببینم حالت چطوره؟ چی میبینی که هنوز پشت و روه؟ دکتر نگفت که میتونی بری سر کار؟ دکتر رو ولش کن بابا، به اون باشه میگم فردا صبح پاشو برو سر کارت. از حال و روز من که خبر ندارم. فردا که نه، اما ایشالا دو سه روز دیگه حالت خوب میشه، میری سر کار. بفرمایید آقای مهندس، سوپ شما حاضره. بدش من. سوپ؟ مگه نگفتین غذا ماکارونیه؟
خیلی ببخشید آقا، ماکارونی مال آقا سیاوشه. شما که اگه آبکی نخوری که حالت بزاره، از من گفتم بود. چشمت بی بالا. حیران جان، امروز را پله ها رو جارو کن. احمد آقا مسکه زنش مریضه، گفته نمیاد. خب خانم جان، اگه قرار فردا برات بیام، فردا صبح جارو میکنم. باشه، بذاریم برای فردا صبح. پاشو سوپتو بخور. بوری خانم محترم، آها، شما قول مردونه داده بودی. فقط آبروم جلوی این خانمه نرفته بود که اونم الحمدلله رفت. برای چی آبروت رفت؟ مگه چی شده؟ چی دیگه میخواستی چی بشه؟ انگار پرونده پزشکی منو کمپلت مطالعه کرده. میخندی؟ از جزئیات عمل من دقیقاً خبر داره. تازه دستور میده این وری بخواب، اون وری نخواب، هوا رد بشه. ایران خانم از خودمونه. از خودمونه. خب میگفتی ما هم خبر داشته باشیم. ادا در نگر، پاشو سوپتو بخور. چند روزه همش منو بستم به سوپ. دیگه حالم از هرچی سوپ تو دنیا به هم میخوره. من دیگه نمیدونم، دکتر تجویز کرده نخوری سر کارت با ایران خانم ها. حالا تو هم هی ما رو اذیت کن، هی اذیت. بابا مثلا من عمل کردم مریضم و پوری جون. پس حرف نزن، سوپتو بخور. پوری، اگه الان یه پرس چنج کوبیده چرب اینجا بود، لاش دنبه لقمه میزدیم. فعلا طلبتون، ببخشید. خانم جان، سارا خانومو با شما کار داره. ممنون. سلام سارا جان، حالت چطوره؟ آره؟ پدر برگشته، حالش هم خوبه، نگران نباش. نه، اشکالی نداره. باشه، حتما. تو کاری نداری؟ به مامانم خیلی سلام برسون. قربانت، خداحافظ. چی میگه سارا؟ هیچی، میگه مهشید خیلی نگرانته. امشب که میخواد سارا رو بیاره، میخواد بیاد دیدنت. اونم با یه دسته گل. نه پوری جون، قربونت برم، زنگ بزن بگو نیاد. دستم به دومنه، زنگ بزن. یعنی چی پرویز جان؟ زشته. من که نمیتونم بگم نیاد ایادت تو. پوری جون چی زشته؟ من اصلا دوست ندارم مسجد منو تو این وضعیت ببینه. دستم به دومنه، زنگ بزن. زنگ بزن بگو نمیخواد بیاد. بگو نمیشه بیاد. تمنا میکنم بابا تخیلش. نه ترس بابا، شوخی کردم. مرشید هیچ وقت این کار رو نمی کنه. سارا زنگ زد که بگه امشب بازم پیش مامانش میمونه. حالا خیالت راحت شد؟ خیلی بیرحمی پوری، یعنی خیلی بیرحمی ها. من در حال احتضارم، وقت شوخیت گرفته. در حال احتضار؟ وای، خوب شد تو جبهه نرفتی، وگرنه فکر کنم با شنیدن صدای اولین تیر همچین روح از کالبد مبارکتون پرواز میکرد میرفت. نه خیلی، جنگ فرق میکنه. من الان چون مریضم آمادگی جانفشانی و جنگ و اینا رو ندارم. بله. الو، سلام توران جان. آره اومده، خوبه. بله، تشریف بیارین، قدمتون سر چشم. خداحافظ. خوب شد ما از شما خواهش کردیم این قضیه سیکرت بمونه. آدمی که سر و سامون نداره همینه دیگه، خودش و بچه هاش همیشه ساک به دست آواره خونه این و اون است. توران جان، اولم کنیم با این حضورتون. من از کسی رو درواسی ندارم، حرف خودم رو میزنم. اصلا بگیم بیا جلو، رو خودش میگم. این که نشد زندگی، پس پیر بشه میخواد چی کار کنه؟ یه عمل کرده زندگی هممون رو از بین برده. تو راست میگی توران جان، اما الان وقت این حرفا نیست. اجازه بده یه چند روزی بگذره، بعد همه با هم میشینیم دور هم دیگه، برای زندگیش یه فکر اساسی میکنیم. سارا کجاست؟ ندیدمش. سارا که پیش مهشید. بیا، نگفتم اون زن بیچاره رو تو زحمت انداختی، حالا مجبوری روزی دو مرتبه سارا رو ببره اون ور شهر مدرسه و بیارتش. این بچه‌م که الحمدلله مادرش گوشه رفته، همه زحمتش افتاده گردن تو. آخه تو چه گناهی کردی؟ گناه من اینه که خواهر پرویزم عمه سارا سیاوش. مطلعت میگی پورا؟ آخه توران جون، پرویز که غیر ما ستا کسی رو نداره. بالاخره ما خواهراشیم. پس خانواده به چه دردی میخوره؟ به درد همین روزا دیگه. میخوای من فردا سیاوش رو از مهد کودک بریش دارم بیارم؟ نه توران جان، من با خودم فکر کردم که بهتر این چند روز سیاوش نره مهد کودک. همینجا پیش ما میمونه. حیران خانمم که قراره هر روز بیاد، پس بنابراین مشکلی پیش نمیاد. حالا به حرف من رسیدین؟ بی خود نیست که میگم نظم و ترتیب لازمه زندگیه. بچه باید به نظم عادت کنه.
این که نمیشه که یه روز بره مهد کودک دو روز نره، پس فردا این مهد کودک هم از سرش میفته میمونه رو دست ما. پوران جون من واقعا شرمندم که نمیتونم هیچ باری از رو دوشت بردارم. خودت که میدونی سیاوش پیش من بند نمیشه، بهارم که هیچ وقت خونه نیست، اگر نمیبردمش پیش خودم. بی خود شرمنده ای با این دست درد و کمر دردت. همه گرفتارن، هر کی باید به فکر زندگی خودش باشه. جونم پورانی که میبینی سرش درد میکنه برای این کارا، خب بکنه، دلش میخواد. بعدت نیاد پوران، اما میگم تو که اینقدر حوصله داری شوهر میکردی اولش تو میزاییدی. چی کنم خواهر، از روز ازل بخت منو بسته بودن. تو هم که هرچی آدم بهت میگه میزنی به شوخی، خیال نکن تو هم یکی از غصه های مایی. من میدونم تو تنهایی چی میکشی، هر چقدرم به روی خودت نمیاری ما میفهمیم. بد بود الان دوتا بچه داشتی، یه مردی هم بالا سرت بود حمایتت میکرد. نه خیلی هم خوب بود، اما نشد. چیکار کنم خواهر، نشد. تو میگی چیکار کنم؟ هیچی. چی بگم، خود کرده را تدبیر نیست. بهتر، بعد واسه خودش انقدر راحت داره زندگی میکنه. من که از خودم بود جای پوران بودم. متشکرم. آدم که همیشه جوان نمیمونه مهد و خانوم، پیریم در پیشه. من تمام پشت گرمین الان به فریدونه. فریدون، پویا، نیما، بهار، همشون بچه های پورانا، چه فرقی میکنه؟ آره خیال کردی، این بچه هایی که تو بار آوردی بابا ننه خودشون هم نگر نمیدارن، چه برسه به خالشون. دلت خوشه ها. چرا؟ اگه پول داشته باشی شاید یه سری بهت بزنن، وگرنه سال تا سال هم سراغتو نمیگیرن. سارا و سیاوش نگرش میدارن، خودم هم نوکرشم، شما رو من نگر میدارم. تو رو تو کجایی پرویز؟ مثلا اومدیم عیادتی. گلاب درتون بیادبی دستشویی بودم. حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلام عرض شد توران خانم. سلام بی سلام، باد قر. ای بابا چرا توران خانم؟ مگه من نگفتم بیا خونه من بمون؟ چرا نیومدی؟ ما که همیشه زیر سایه شما هستیم توران جان. بیا جا به دایی کمک کن بشینه. دایی جان میگم نشین، میخوام هم وسط بالش بیارم اینجا دراز بکشی. لازم نکرده. اصلا سعی نیست جلوی این خانمای محترم دراز بکشم، یه سر از من آداب معاشرت یاد بگیر. دایی میگم اگه میخوای مؤدب باشی همجوری باش. آها خب اشکالی نداره، اشکالی نداره. جلوی این خانمای محترم به ویژه توران خانم افتخار واسه من که وایسم. اینقدر زبون نریز، بگی بشه. چش نشسته. مواظب باش. چش نگیره سنده. بابا جا سیاوش تو دست بالا. خانم خیلی ببخشید که این زاو ما اینقدر آخ و اوخ میکنه، آخه شکم اولشه. یه کاچی هم براش میپختی. پختم فت و فرابون. بگو ببینم چرا نیومدی خونه من استراحت کنی؟ من که ازت دعوت کرده بودم. والا خدمت همشیرهای گرامی خودم عرض کنم که بنده خیلی مشعوف شدم که سرکار علی از بنده رسما دعوت به عمل آوردین. ولی خب پوری وسایل پرویز جمع کن، امشب میبرمش پیش خودم. نه توری جون دستون درد نکنه، من عیالوارم خونتون به گند کشیده میشه. مزخرف نگو، سارا که پیش مامانشه، سیاوش هم اگه نخواست بیاد میمونه پلو پوری، تو رو میبرم. نه توری جون قربونت برم، من اصلا نمیتونم از فرزند دلبندم جدا بشم، یعنی عطوفت پدری اجازه نمیده. آره میبینم، بگو خونه پوری راحت تری. اختیار داری، ما که بخیل نیستیم. اختیار داری، شرمنده میکنی. بمیرم برات. خیلی درد داری؟ ای همچین بفهمی نفهمی هم میگیره ول میکنه. چیزی نیست، طبیعیه، بالاخره عمل کرده دیگه. آره ما هم که گلایه نکردیم توری جون. رنگ و روت هم خوبه الحمدلله. الحمدلله، من که خودم رنگ و روی خودم نمیبینم. نه تسلی، من دارم میبینم همچین لپا، گل انداخته، توپول، اکل، میزون، شیکم هم که دیگه سر جاشه دیگه. بگو ماشاءالله. منو چش کردم به خدا، بزن به تخته. تو هر بلای سرت بیاد زبونت سر جاشه. ما چاکره شماییم تورو خانم. از فریدون جان چه خبر؟ خوبه، بهت سلام رسون.
میخواست بیاد اما براش کار پیش اومد. ماجراش با این خانومه بالاخره به کجا رسید؟ ماجرایی در کار نیست. دو سه بار کتاب با هم رد و بدل کردن تموم شده رفته. تموم شده رفته؟ بعد چطور هنوز خانم حمیدی رو میبینه؟ تو از کجا میدونی؟ من؟ من از کجا میدونم پوری جون؟ خراب کردی داری؟ من؟ راستشو بگو پوران، اینا هنوز همدیگر رو میبینن؟ آره خب، مگه اشکالی داره؟ دست درد نکنه، خیلی ممنون. خاله توران، حالا مرگ پویا، شما میخواین این فریدون ازدواج کنه یا نه؟ به من چه ارتباطی داره؟ زندگی خودشه، هر تصمیمی که دوست داره بگیر. توران جون، فریدون بدون اجازه تو آبم نمیخوره، چه برسه به ازدواج؟ تو هم زیادی سخت میگیری ها، خانم حمیدی دختر خوبیه، چقدرم به فریدون میاد. تو از کجا میدونی؟ نکنه تو هم دیدیش؟ نه، من فقط شنیدم. مامان لو دادی قضیه رو، خیلی تاقو. خوبه والا، همه چیزو میدونن جز من. اینجا فقط من نامحرمم. اومدم عزیزم، اومدم. آره من پسته بریز. الو، سلام خاله جان، حال شما؟ قربونتون برم. بله، عمل کرده، عملش هم خوب بوده. ای واو. چش بوشی خدمتتون. پرویز خاله جان میخوام با شما صحبت کنم. نه بگو حالش خوب نیست. بگو خاله جان ببخشید، پرویز یکم حالش خوب نیست، الان نمیتونه باهاتون صحبت کنه. فردا؟ بله خواهش میکنم تشریف بیارین، قدمتون سر چشم. قربون شما، خداحافظ. بفرما، گفتم حالت خوش نیست؟ نگران شد، فردا داره با مهدیه و خسرو میاد اینجا عیادتت. آخه خاله خانم از کجا باید بفهمه؟ کار تو مردو. من؟ بله. من که دو ماه با هیچ کدومشون حرف نزدم. تقصیر مردخت بیچاره چیه؟ خاله خانم زنگ زده بودن امروز حال منو بپرسن. حیران خانم موضوع رو بهش گفته. بفرما. خب حالا که دوره هم جمعی بشینین فکر کنین ببینین به کی نگفتین همین الان زنگ بزن بهش. این چیز این دریانی سر کوچه که اونم حالا من دارم میرم بهش میگم. بگو ما که حالا آب از سرمون گذشته میگه. اینقدر قور نزن پرویز، خاله خانم بهت محبت داره که داره میاد دیدنت. تازه باید خیلی هم متشکر باشی. آخه ناجور پوری جون، من با خسرو خان و خاله خانم جان چه حرفی دارم بزنم؟ شرم و حیا خوب چیزی آفره گرامی. راستی پرویز یادم رفت بهت بگم، این سبد گل و توران آورده برات. دست شما درد نکنه، چرا زحمت کشیدین؟ شما خودتون گلین توری خانم جان. انشالله جبران میکنم، انشالله عروسی فریدون جان یه دست گل میارم واسه تون. آه لازم نکرد. دایی شما بشین، من خودم باز میکنم. کیه؟ پوری جون اگه بازم مهمون داری من دیگه برم تو اتاق خواب. نه قرار نیست کسی بیاد. خاله پوری اومدن عیادت دایی پرویز. نه تو رو خدا. سلام علیکم. شبتون بخیر باشه. سلام علیکم. ببخشید مزاحم شدم. حال شما چطوره آقا؟ خوبین انشالله. خیلی ممنون الحمدلله. قادری میخواست گل بخره بیاره، من گفتم که نه، گل زود پلاسینه میشه میریزنش دور. براتون آش پر آلو درست کردم آوردم که به مزاجتون سازگار باشه. خیلی ممنون. درد نکنه. ممنون. آش آلو پرویز.